بینندگان عزیز من موین افنانی هستم و ضمن آرزوی سعادت و سلامتی برای شما از اینکه بار دیگر به برنامه ما توجه فرمودید بسیار قدردانی میکنم میهمان عزیز امروز ما خانم سویدا معانی هستند و ما در چند نشست قبلی با ایشان در مورد مسئله صلح جهانی و اینکه برای رسیدن به صلح تشکیل یک حکومت جهانی به وجود آمدن یک حکومت جهانی لازم هست صحبت هایی داشتیم و بعد از پخش اون برنامه ها ای از بینندگان عزیز سوالاتی رو با ما مطرح کردن که فکر کردیم خوب هست نشستی رو اختصاص بدیم به طرح این سوال ها و این هست که موقعیت دیگری دست داده تا در حضور ایشون باشیم و این سوال ها رو با هم مطرح بکنیم از شما دعوت میکنم که به گفتگوی ما با خانم مانی توجه بفرمایید آنه خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو مجددا قبول کردید همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم در نشست های قبلی ما که با شما در مورد مسائل مربوط به حکومت جهانی و صلح جهانی صحبت کردیم یه ای از بینندگان عزیز به خصوص جوانان سوالاتی براشون مطرح شده هم بسیار اظهار علاقه کردن نسبت به این موضوع و تشکر کردن از مطالبی که شما مطرح کردید و هم یک سالاتی رو مطرح کردن که فکر کردیم شاید در این نشست خوب هستش که با هم به اونها بپردازیم برات سپاس گذاری میکنم که باز دعوت ما رو قبول کردید و امروز به ما ملحق شدید خیلی خوش آمدید خیلی ممنون خیلی ممنون که از من دعوت کردید آیش میکنم از این پس با اولین سوال مطلب رو شروع بکنیم سوال اولی که من دارم در اینجا این هستش که در وجود در بودن یک حکومت جهانی آیا این به این مفهوم هستش که این حکومت فدرالیست یا حکومت جهانی به این مفهوم هست که تمام مرزها از بین میرن و دیگه حکومت های ملی وجود ندارن و اگر اونجوری باشه اون وقت اوضاع دنیا چطور خواهد شد؟ سوال خیلی خوبیه نه تعلیم باهایی یه جوریه که میگن می که کشورها خواهند بر موند یعنی کشور از, از بین نمیره مرز ها از بین نخواهد رفت استقلال کشورها خواهد موند سوال میشه که این رابطه بین کشورها و این حکومت جهانی بین المللی حکومت جهانی چه خواهد بود اولین نکته اینه که کشورها باید ام، یک مقدار از حق حاکمیت ملی خودشون رو حاضر باشن ازش صرف نظر کنن و باید همه انگیزه هاشون تابع الزامات این اتحاد جهانی باشه یعنی اولویت باید داده بشه به حفظ صلح جهانی و حفظ اتحاد این جهان این, این نکته خیلی مهمه ام میتونیم یه مثال بزنیم هدف اینه که یه اختیاراتی که لازم تفیز بشه به این حکومت جهانی برای رسیدن به یک اهداف مشترک اهدافی که هیچ کشور نمیتونه تک تک اونو بهش برسه مانند مشکل مثلا تغییر آب و هوا یا گرمای زمین هیچ کشوری امروز تنها نمیتونه این مشکل رو به تنهایی حل کنه اه. این یه مشکل مشترکیه و یه مشکلیه که همه باید روش همکاری کنن برای ایجاد یک حل راه حل این یک... حوته‌ایه که باید این اختیارات بره دست حکومت جهانی یعنی باید مثلا یک مجلس قانونگذاری دست جمعی باشه که بتونه یک قوانینی رو وضع کنه راجب مسائل تغییر آب و هوا مثلا از چه انواع انرژی میشه استفاده کرد باید پول بندازیم دنبال تحقیقات برای ایجاد مصادر انرژی تجدید پذیر اینطور چیزا مثلا برای ایجاد یک ارتش دائمی بین المللی اه. که بتونه دوباره صلح جهان رو نگه داره دوباره این یه مسئله ای که باید اختیارش دست یه حکومت جهانی باشه نمیشه این چیزها رو گذاشت دست کشورهای مختلف اگه هر کشوری بخواد همونجور که امروز هست ارتش خودشو داشته باشه و سوء زن باشه بین کشورها و هرکی به همسایش نگاه کنه ببینه آ این حالا تعداد سربازاشون بیشتر شده تعداد اسلحهشون بیشتر شده منم بهتره بنابراین تعداد اسلحه و سربازامو زیادتر کنم باعث میشه این مسابقه بین کشورها پیش میاد و منجر آخرش به جنگ خواهد شد اه. بنابراین این مثلا یه چیز دیگه است که یه هوت دیگه است که باید این اختیارات بر دست حکومت جهانی ولی با توازن ایجاد بشه بین این احتیاجات مشروع بین المللی و احتیاجات محلی و منطقی و ملی خیلی از تصمیماتی هست برای که برای یک ملت باید گرفته بشه که این تصمیمات بهتر دست مثلا یه حکومت ملی یا یه حکومت محلی یا منطقی بمونه چون این حکومت ها نزدیکترن به مردم مشکلاتشون رو بهتر میفهمن و بنابراین بهتره که این تصمیمات رو بذاریم دست اونا مسئله اینکه یه توازن ایجاد کنیم بین احتیاجات محلی و منطقی و ملی از یه جهت و احتیاجات مشروع بین المللی و بعد این اختیارات رو تقسیم کنیم بین حکومت جهانی و بین حکومت ملی مثلا یک قسمت دیگه اختیارات که باید حتما بره زیر دست یه حکومت جهانی باشه مسئله کنترل مصادر طبیعی در دنیا چون مصادر طبیعی همه بهش احتیاج دارن درست نیست که کشوری که مثلا مصدر طبیعه داشته باشه مثلا مثل نفت بگه که من من فقط میتونم از این نفت استفاده کنم یا من تصمیم میگیرم مثلا من شما خوشم میاد از این کشور خوشم میاد بنابراین حاضرم نفت رو به شما بفروشم ولی مثلا از این کشور خوشم نمیاد بنابراین به شما نفت نمیفروشم این کار منصفانه نیست چون این مصادر همه احتیاج دارن بنابراین بهتر این مصادر رو همه بذاریم زیر دست یک حکومت جهانی که به عنوان امین این مصادر برای همه دنیا برای منفعت جمع همه دنیا اینا رو توضیح کنند خیلی جالب است البته ما وارد بحث در یه ای شدیم که هنوز تجربه در موردش نداریم و سوالات بسیار شاید صدها یا هزاران سوال به ذهن انسان میرسه که اینها در حین اجرا حتما در موردش باید مشورت بشه و مورد بررسی قرار بگیره برای مثال این مسئله‌ای که ما به انگلیسی بهش میگیم پروپورشنال یعنی به تناسب برای مثال جمعیت این کشورها خب از نظر جغرافیایی از نظر حد و مرز وسعتشون و از نظر تعداد جمعیت یکسان نیستند و اینها چه نقشی در حکومت وینومرلی خواهند داشت و صدای اینها و حقوقشون چطور باید مطرح بشه مثلا یک جزیره کوچک در مقایسه با کشورهایی مثل فرض کنید چین و هندوستان م. که الان جمعیت هر دو این کشورها بیش از یک ممیز بیلیون شده نزدیک یک ممیز چهار بیلیون داره میرسه در هر کدوم از این کشور اینها چه نوع حق و حقوقی خواهند داشت و چطور حقوق اینکه به انگلیسی بهش میگیم اه، اه دموکراسی دموکراسی مجبوری یعنی کسانی مم. که بزرگتر هستن زور بگن بلد. با وجودی دموکراسی هم بلد. هست و چون تعدادشون بیشتره از یک فرهنگ و یک آب رنگ هستن اینها اینها مطالبی است که اه، نمیدونم اه، حتما شما که تحقیقات در این زمینه تحقیقات فرمان در این زمینه کردید شاید بهش فکر کردید ولی برای سایرین شاید این مسائل نوی باشه نوینی باشه که انصاف فکر میکنه اینها چطور باید حل, حل بشه اینها نمیدونم شما به این, به این مسائل توجه کردید بله شما فرمودید که تجربه ندارم اتفاقا تجربیات داریم مثلا دو تا مثل میشه زد مثلا همین تشکیل این کشور آمریکا درست یعنی چالشاشون همین بود اول از سیزده ایالت که با ائتلاف سست با هم داشتن یک کنفدراسیون بودن بله. میخواستم ما اگه به طرف یک پارچگی بیشتر بریم همین سوالا بود چی میشه مثلا مردم یک ایالت خیلی کوچیک مثل رود آیلند اگه بخواد جلوی مثلا یک ایالت بزرگی مثل ویرجینیا وایسه چی میشه ما صدامون چی میشه داره. نمایندگی ما چی میشه و خیلی روش فکر کردن و خیلی نوشته های جالبی راجع به این موضوع و این سیستمی که الان مثلا تو آمریکا داریم درست جواب این سالها برای ها برای امریکایی بود بره. حالا من نمیگم که درست همین سیستم ده ده مثلا در حکومت جهانی باید پیاده بشه ولی آمریکا به عنوان یکی از این آزمایشگاه ها بوده بره. که مردم هنوزم هنوز صحبت ادامه داره ولی شما فکر کنید لاقلا ما پنجاه تا ایالات حالا داریم تو آمریکا و سالها داشتیم و جنگ بین ایالت پیش نیامده. درسته که همه همیشه هماهنگ نیستن و نظراتشون با همدیگه فرق میکنه ولی خب یه سیستم وجود داره که این صداها توش این مردم صوتشون باشه نمایندگی احساس نمایندگی داشته باشن این یک مسئله است و می‌دونید که تو سیستم آمریکا آخرش تصمیم گرفتیم که جواب رو یه جوری بکنیم که توازن بین, بین اون دو تا چیزی که شما فرمودید باشه هم ایالت‌های از یک طرف هایی که تعداد مردم توشون ساکنین بیشتر هستن توی یک مجلس کنگره نمایندگاشون طبق تعداد مردم اون ایالت انتخاب میشن ولی یک مجلس دیگه هم هست سنای آمریکا باید. که هر ایالتی دیگه همون دو تا نماینده میفرسته یعنی چه کوچیک باشه چه بزرگ باید. اینا سعی کردن تا یه حدی این توازن به بی وجود بیاد که به همه نگرانی های همه ایالت ها برسن و برای آمریکا تا به حال سیستم بعدی نبوده من فکر کنم عوض خواهد شد ولی تا به حال کار کرده یه آزمایشگاه دیگه خیلی جالب این اتحادیه اروپا است که هنوز دارن روش کار میکنن و اتفاقا درست همینه مثلا برای یک تصمیماتی تصمیمات چینو یه جوری میگیرن که اولا میگن نمایندگی باید طبق تعداد مردمی باشه که تو کشور هستن ولی یک تصمیماتی رو طبق این میگیرن که هر کشوری مثلا هر کشوری یه رای خواهد داشت ولی بعد روش خود رأیگیری هم فرق میکنه بر تصمیمات مختلف مثلا بر تصمیمات خیلی مهم میگن که مثلا سه چهارم کشورها باید در اون جلسه حاضر باشن و از این سه چهارم کشور دو سومشون باید رأی بدن برای یک تصمیماتی که بیشتر پیش پا افتاده است انقدر براشون مهم نیست میگن نه کافی مثلا بیشتر بیش از 50 درصد از کشورها نماینده توی جلسه باشن بعدم بیش از 50 درصد 51 درصد مثلا کافی واسه تصمیم بنابراین این چیزایی که وقتی که به اون موقعش رسیدیم باید طبق مشورت بین رهبران کشورهای مختلف ببینن که چی حاضرن چه سیستمی حاضرن که همه رو اونا توافق بکنن اهمیت این که همه موافقت بکنن این اه. اصلیه که تو تعالیم باهایی کس هست که همه باید موافق باشن شما اشاره به تجربه اروپا اتحادیه اروپا اینکه که من درست کردم مشکلات زیاد سر راه خواهد بود ممنونم از توضیحی که فرمودید اما هنوز به ذهن من اینجور میرسه که هنوز مشکلات فراوانی خواهد بود برای اینکه در دنیای کنونی بعضی ممالک بعضی کشورها از مزایای خیلی بیشتری برخوردار هستند برای اینکه عدالت اجتماعی در سطح جهانی به وجود بیاد طبیعتا یک مقداری رنج و درد همراه خواهد بود سام پین بله و برای مثال مثلا ما میبینیم که در وضع کنونی در اروپا یه حرکتی شروع شد با انگلستان با اینکه بهش میگن برکسیت <تصفح> 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 که انگلستان تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا خارج بشه البته مقالات و مطالب در مورد زیاد نوشته شده و گفته گفته شده صحبت زیاده که اینها معتقد بودن لاغت علا ظاهر اینجور انوان میشه که این تمرکز قدرت در حد ات در حد تمام قاره در اروپا ایجاد فساد مالی و سیاسی میکنه و کرده اتحادات از هر دو کم، کمپ, های مختلف علیه همدیگه زیاد هست نه علیه به هم پرتاب کردند و میکنند و اینها تهمت های فراوان میزنند ولی به هر حال حالا حقیقت در هر حدی که باشه این مسئله جریانی است که الان به وجود آمده و خب انگلستان حالا تصمیم گرفته حالا در آینده چه بشه امه. چطور میشه خب این جلوی این قضایا رو گیره خیلی خوشحالم که این سال کردی و خیلی خوشحالم که جوونا این پرسش کردن ببینید اتفاقا این اتحادیه اروپا مسئله خیلی خوبیه از اینکه چی میشه وقتی که دنیا در در سیر رشدش به یه بمبستی میرسه و اون قدم بعدی رو حاضر نیست ورداره این اتحادیه اروپا اول که به وجود آمد اونایی که اینو ساختن امیدشون این بود که آخرش یه فدراسیون بشه این اتحادیه ملی هیچ وقت این اتحادیه اروپا هیچ وقت فدراسیون نشده این درست در اون مرحله ایه که آمریکا بود وقتی اون 13 ایالت ائتلاف سست با هم داشتن اتحادیه اروپا الان یک کنفدراسیون هست یعنی چی یعنی که خیلی کشورهای عضو حاضر نشدن که خیلی از این اختیاراتی که دستشون هست بدن دست این حکومت مرکزی اتحادیه اروپا از حاکمیت ملی خودشون خواستن اینا رو همه رو حفظ کنن بر خودشون ده. و ما قشنگ میبینیم قبلا گفتم که این اتحادی اروپا مثل آزمایشگاه است خیلی آزمایش توش دیدیم ته سال ها به خیلی با خیلی چالش ها روبرو شده و آخرش این چالش ها رو یعنی ازش خوب گذشته و راحل های خوبی پیدا کرده یه چالشی که هنوز واقعا نتونسته درست درست باش رو رو, بشه همین چالش رفتن به طرف یک پارچگی بیشتره که واقعا قدم بعدی فدراسیون اتحادیه اروپا است و این که حاضر نشدن این قدم بعدی رو وردارن قشنگ آزمایشگاه الان واضحه که این طریق طریق اشتباهیه چجوری میدونیم چون باعث یک مش مشکل شده یعنی اینا الان در حال عقب افتادگی هستن در, در سیر رشدشون گیر کردن و مثل اون مثلا بچه یا جوون 25 ساله است که مثل بچه 18 سال هنوز داره رفتار میکنه هنوز حاضر نشده به اون بلوغ برسه چجوری میفهمیم اینو؟ این بحران مالی که 2008 شروع شد درست از اهدش بر نایمدن. بعد شد مشکل کریمه و اوکراین که روسیه آمد کریمه رو به خودش زمیمه کرد و این اروپایی‌ها سعی کردن که کمک کنن به اوکراین و دیدن که اون اتحادی که قرار بینشون باشه و اون ارتش دائمی که قرار بود داشته باشن که درست از جن... چنین مشکلاتی جلوگیری بشه اونم نداشتن بعد رسیدیم به مشکل مهاجرین که حجوم کردن بر اروپا از همه نواحی از آفریقا و خاورمیانه و جاهای دیگر که اینا نتونستن هنوز از عهدهش بر, بر, بیان مشکل بزرگیه چون بین خودشون اتفاق نیست که این مرزهای خارجیشون رو چجوری ازش نگهداری کنن چجوری این مهاجرین رو قبول کنن آیا این مسئولیت یک کشوره یا مسئولیت همه کشور این مهاجرین رو چجوری درست منصفانه قسمت کنن بین این کشورها همه این سوالاتی که اگر یک اتحادیه فدرال بود همه اینا حل می شد. یعنی الان اگه اینا حواسشون جمع باشه تو اروپا که حواس بعضیاشون هم خیلی جمعه الان شهر میدم که منظورم چیه میبینن که خب ما تو این آزمایشگاه الان باید به این نتیجه برسیم که باید قدم بعدی رو ورداریم و یک دولت فدرال به وجود بیاریم که همه این رو درست کنیم که این مشکلات اگر بکنن این مشکلات همه به تندی از بین خواهد رفت مشکل این که مردم غلط فکر میکنن که اگر که حاکمیت رو حفظ کنن میتونن کنترل بر سرنوشت خودشون داشته باشن این درست مشکل انگلیسه بریتانیا همین فکر کردن که خب ما اگه از اتحادیه اروپا خارج بشیم میتونیم کنترل سرنوشت کشور خودمون داشته باشیم الان با وجود که از خارج نشدن دارن میبینن که این اوضاع داره خیلی برا... یعنی براشون خوب نیست به منفعت خودشون نیست <applause> یک گزارشنامه دو تا از وزرای خارجه دو تا از مهمترین دول این اتحادیه اروپا نوشتن که بر من خیلی جالب بود وزرای خارجه فرانسه و آلمان یک گزارش دادن که توش گفتن حرفای خیلی جالب زدن گفتن ما میدونیم که اروپا الان در معرض یک امتحان خیلی بزرگیه و ما متوجه هستیم که مشکل من اینه که به طرف یک پارچگی بیشتر نرفتیم حاضر نبودیم بریم و ما مصممیم که این اتحادمون رو قویتر کنیم بریم به سوی اتحاد سیاسی بیشتری حرف که قبلا حاضر نبودن بزنن و بعد میگن که در تمام این موارد ما حاضریم اتحاد بیشتر پیدا کنیم پاسدارامون با هم کار کنن با سه حمایت مرز باید یک پالیسیای درست کنیم که راجع به مهاجرین باید مقررات مالیمون رو با هم متفق بشیم محکمتر کنیم باید حاضر باشیم یک مقدار مالیات وضع کنیم مالیات یعنی به صلاح فدرال که این دوباره یکی از اختیاراتی که باید تفویض بشه به حکومت جهانی در آینده که اروپا هم حالا داره به این نتیجه میرسه که احتیاج دارن چون احتیاج به منابع مالی دارن که به مشاکل دست جمعیشون برسن حسید کم به نظر من الان در اروپا به یه جای رسیدیم نام به فارسی چی میگیم وقت تو خیابون به یه جای میرسیم که دو تا فرد داره خیابون یا میتونیم دست دراهی. راست بریم دو راهی بله. یا میتونیم دست راست بریم یا دست چپ مجله اکانومیست اتفاقا یک مقاله خیلی جالب نوشته بود چند سال پیش و یه عکس کشیده بودن که اروپا سر این دوراهی این قبل از مسئله خروج بریتانیا بود از اتحادیه اروپا گفتن باید یه تصمیم بگیریم یا باید به طرف یه دولت فدرال بریم یا باید به طرف چند پارگی بریم و ما قشنگ داریم میبینیم که الان فعلا تصمیم اینه که به طرف چند پارگی برن ولی به نظر من فرصت هنوز هست که این راه عوض کنن یه چیز دیگه خیلی جالبی که ما خواستم بگم این که در, هزار در سال 2011 وقت درست وسط این بحران مالی اروپا بودیم چند تا از مقامات عالی اروپا آمدن آمریکا که مشورت کنند با مقامات عالی آمریکا در وزارت مالی گفتن شما به ما کمک بدید نصیحت بدید ما چه کار کنیم آدم فکر میکرد که مثلا حالا میشینن میگن که خب بعد از این مقررات مالی رو داشته باشید و این کار بکنید و کار بکنید که این بدهی ها رو پس بدید چه کار کردن؟ قانون اساسی آمریکا رو دادن بهشون یه نسخه شو بعد یه نسخه از اسناد تأسیس کنفدرسیان آمریکا بهشون دادن گفتن ببینید ما درست تو همین مشکل که شما الان توش هستید ما هم توش بودیم و دیدیم که تنها این راه حلش اینه که بریم به طرف اتحاد بیشتر و یک پارچگی بیشتر شما اینا رو ببرید کشورهای خودتون مطالبه کنید مشورت کنید و مطمئن باشید که اگر برید به طرف اتحاد بیشتر و یک دولت فدرال اروپا درست کنید این مشاکل به خوبی حل میشه این بر من خیلی جالب بود مخصوصا که درست 99 این قضیه درست 99 سال بعد از این اتفاق افتاد که حضرت عبدالبها سفر کرده بودند به آمریکا و یکی از مقامات عالی حکومت آمریکا در واشنگتن دی سی از ایشون پرسیده بود که من اگه بخوام به کشور خودم خدمت کنم چی جوری به نظر شما بیشتر میشه خدمت کنم و ایشون نصیحت داده بودن که اگه میخوای هم به کشور خودت خدمت کنی و هم به دنیا این اصول فدرالیزمو که زیربنای حکومت آمریکاست صادر کن کمک کن که صادر بشه به دنیا چون تمام دنیا احتیاج داره به اون اصول ایشون شما ببینید چه جالبه که تقریبا 100 سال بعد درست این مقامات عالیه یعنی متوجه نصیحت نبودند ولی درست همین کار کردن نسبت به این مقامات اروپایی دلوقتي. همین نصیحت رو دادن خیلی جالبه بر من. <applause> بینندگان عزیز با سپاسگزاری میکنم که با مهر فراوان به برنامه امروز ما توجه فرمودید تعداد سالهایی که ما در نظر داشتیم بیش از مدت زمانی بود که میتونستیم به همه این ها برسیم بنابراین فکر میکنیم که شاید مناسب باشه نشست دیگری رو اختصاص بدیم و از شما دعوت میکنم که در برنامه آینده به دنباله این گفتگویی که ما با خانم معانی داشتیم توجه بفرمایید براتون آرزوی سعادت و سلامتی میکنم جان و روانتان خوش